انگار زندگی با ازم دزدیده. زندگی ما تو خونه برای هیچ کس راحت نبوده و حالا هم راحت نیست، ولی تو دروغ گفتی. نمیتونی به من دروغ بگی، نمیتونی به مادرم دروغ بگی و به دخترت هم نمیتونی دروغ بگی، کسی که هر شب واسه دعا میکنه تا خوب شی. راست میخوام، ببخشید بهش نگو دروغ گفتم. خواهش میکنم هیچی بهش نگو. هیچی نمیگم، باشه، ولی به خاطر تو نیست، به خاطر اینه که حقش نیست همچین چیزی رو تحمل کنه. ولی تو بهتره الان حاضر شی، چون به زودی باید بهش بگی داری بهتر. باشه، ممنونم. لیلا، وقتی اومدی خونه باید مدارک طلاق رو امضا کنی. برو یه جای دیگه واسه زندگی پیدا کن. باشه. میدونین این چیه؟ من این زن رو خیلی دوست دارم. تمام کارهایی که باید امروز انجام میدادم و برکنم تا ازش خواستگاری کنم. اومدین از بتینا بخواین باهاتون ازدواج کنه؟ آره، همینجوریش هم سخته. من خیلی خجالتیم، واقعا برام سخته که بخوام حرف بزنم و این چیزا رو تو ملای عام بگم، ولی حاضرم انجامش بدم، چون وقتی کنارم احساس میکنم همه چی تو زندگیم به نتیجه میرسه. میدونی مردم با هم ازدواج میکنن ولی به هم دیگه اهمیت نمیدن، و این به خاطر اینه که عشق واقعی وجود نداره و اون باید به عشق برسه. من به این گلا نیاز دارم، لطفا بذاری باهاشون برم. خیلی خوب، یه لحظه. ممنونم. پرستار بتینا لطفا به پذیرش بیمارستان. هر دوتون امروز میرین ساحه؟ منو پیج کردی؟ سلام بتینا، میخواستم باهات حرف بزنم. وای، همین الان همش شد. همش یادم رفت، هول شدم. همون چیزی رو که به ما گفتین بهش بگین. بتینا، من خیلی تو رو دوست دارم. قبل از اینکه وارد زندگیم بشی بی خیالش شده بودم، ولی وقتی تو رو تو این بیمارستان دیدم به خودم گفتم اون عشق واقعی زندگیمه و دقیقا همیشه جلوم بود و این خطر وجود داشت که تمام اون چیزایی که فکر میکردم نباشی، ولی با گذشت زمان فهمیدم وضعیتی که توش بودم خیلی فرق داره و تو خیلی بیشتری. بتینا، با هم ازدواج میکنی؟ تا ابد با هم میمونی عزیزم؟ بله، معلومه. A gente quer valer o nosso amor.